همیشه تو شرایطی که خیلی اوضاع به هم ریخته است خیلی اتفاقات بدی داره در دنیا میفته برخی هستن که سعی میکنن آتیش شعله ورتر کنن نمونه بارز شمری اسلامیه بعضی هم هستن که برای اینکه بتونن مشروعیت بخرن برای اینکه بتونن تبلیغی برای خودشون بکنن همیشه در نقش منجی و یا آشتی دهنده و غیر ظاهر میشن نقشی که در نهایت ضعف و واقعا بدبختی ایالات متحده الان در کمال تعجب پوتین بر گرفته دیدار پوتین با محمود عباس و همچنین با وزیر عراق نشون دهنده اینه که میخواد ثابت کنه که دنیا باید بیاد سمت من و دیگه طرف آمریکا برای کسی فایده ای نخواهد داشت کم که, که میدونید اسرائیل جزء قوی ترین متحدین ایالات متحده بوده خیلی هم به این اتفاق دو طرف افتخار میکردن الان فعلا اومده یه ناو دور و ورا تا یه دونه تف... تیر مشخی از شلیک نکرده فقط اون بغل حضور داره اما تعداد نگران کننده خارجی کشته شده در اسرائیل توسط حماس که باز میتونه این خشونت که به علیه این حماس الان داره ایجاد میشه رو بهش وجاهت بیشتری بده به خاطر اینکه الان همه از دست دادن نیرو و همه هموطناشون رو وقتی میبینن چه بلای سرشون اومده معمولا کسی انقدر تا سابقه نداشت که سکوت کنن در این اتفاقات ماکرون گفته فرانسه در پی اونه که مشخص کنه آیا جمهوری اسلامی مستقیما درگیر این اتفاق و جنگ بوده یا نه حالا کنترات ورداشته امیدواریم که بتونن این و مدارک خوب در بیارن گرچه که واشنگتن پست هم بعد از وال استریت امروز مقاله زده و این مساله رو تایید کرده جزء اتفاقات خیلی خوب اینه که دفتر شبکه العالم در غزه هم جزء ساختمونایی بوده که حمله جنگنده های اسرائیل تونسته شخمش بزنه تصاویرش هم میبینیم و هم دیگه رهبر حماس گفته هیچ اسیری قبل از پایان جنگ مبادله نمیشه همین الان تمام فکر و ذکرشونه که چجوری این داستان رو تموم کنن چون تو تصاویر هم دیدید دیگه تقریبا غذا رو تا همین الانش هم اسرائیل شخم زده این وسط تنها کسی که کلاش سرش بی کلا مونده و همه جوره داره فریاد میکنه که من 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 من, من من مثل تمام تتقاریا زلنسکی که هر یه بار یه چیزی شروع کنه داد و بیداد کردن که بتونه توجه رو سمت اوکراین جمع کنه که بتونه پول بگیره دوباره الانم هم گفته آقا روسیه روسیه علاقه به جنگ افروزی داشته احتمالا کار اونها هم تقصیر روسی است بریم با هم دیگه ببینیم اخبار جالبی داریم امروز امیدوارم که ببینید حتما و بیننداش باشید تاریخم یادم رفته روشن کنم 18 مهر امروز و دهم اکتبر عرض درود ادب دارم اینجا اخبار خاموش فرهاد متقی در این کانال سعی میکنم اخباری برای شما بیارم که معمولا جای دیگه بهش پوشش داده نمیشه یا اینکه تحلیل متفاوتی نسبت به اون دارم ممنون میشم اگر تا حالا در این کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و لطف میکنید اگر ویدیو رو لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید اما واشنگتن پست چی گفته واشنگتن پست در گزارش به نقل از مقامات امنیتی غربی میانه گزارش داده حمله به اسرائیل با حمایت عمده جمهوری اسلامی که شامل آموزش نظامی و کمک لوجستیکی و همچنین ده ها میلیون دلار برای تسلیحات میشه از یک سال قبل طراحی شده این گزارش که در پی گزارش مشابه از والسی جورنال منتشر شده با اشاره به اعتراف مقام ها در جمهوری اسلامی به پرداخت مبالغ هنگفت برای کمک به نظامیان به نقل از یک مقام امنیتی غربی این مطالب رو سکر بیشتر و بهتر باز بکنه این گزارش که در پی گزارش مشابه بوده به نقل از یک مقام امنیتی غربی آمده که اگر به کسی نحوه به کارگیری سلاح را آموزش دهید انتظار دارید در نهایت از اون استفاده کنه این یه چیز بدیهی خیلی از این آموزش ها رو جمهوری اسلامی رفت اونجا انجام داده بیش از ده مقام امنیتی و تحلیلگر نظامی به واشنگتن پست گفتن حمله در چنین مقیاسی بدون کمک قابل توجه خارجی برای شبه نظامیان فلسطینی بسیار چالش برانگیز بوده به گفته مارک پلاس، افسر ارشد سابق عملیات سیایی که در نقشای ضد تروریست در خاورمیانه خدمت کرده میزان آموزش تدارکات ارتباطات پرسنل و تحصیلات مورد نیاز رد پای عظیمی رو ایجاد کرده که هم مداخله جمهوری اسلامی در اون کاملا نمایانه و هم نقصان امنیتی اسرائیل جاناتان فاینر مشاور امنیت ملی کاخ سفید قبلا در مصاحبه با شبکه سی بی گفته بود آنچه میتوانم بدون شک بگویم اینه که جمهوری اسلامی به طور گسترده در این حملات شریکه ایشون اضافه کرده ایران چندین دهه حامی اصلی حماس بوده برای اونها اسلحه تهیه کرده به اونها آموزش داده از اونها حمایت مالی کرده و بنابراین از نظر همدستی گسترده وضعیت درباره نقش جمهوری اسلامی کاملا روشنه در حالی که مقام های جمهوری اسلامی از حمله حماس به اسرائیل همچین زغمرگ شدن و برای اون در ایران جشن برپا کردن روز دوشنبه نماینده حکومت در سازمان ملل مداخله در حمله رو تکذیب کرده اما جالبش اینه که الان دیگه دبیرکل سپاه بدرم به خودش اجازه میده و میاد نه اسرائیل بلکه آمریکا رو تهدید میکنه هادی الامری دبیرکل سپاه بدر گفته در صورت مداخله واشنگتن در نبرد بین رژیم سهیونیستی و فلسطین همه اهداف آمریکایی رو هدف قرار خواهند داد من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چقدر مگه تسلیحات داشته چقدر پوله این مردم مظلوم کشورمون رفته خرج تسلیحات و غیره شده که اینا همشون همه جا رو با هم میخوان تحت هدف قرار بدن از ساعت یک ساعت قبل یک و نیم ساعت قبل تقریبا رگیبار راکته که داره از سمت لبنان به سمت اسرائیل میره اینا هر کدومش خدا تومان پولشه اینا همش از خلقوم و اون بچهای سیستان و بلوچستان و بچهای مناطق محروم و کم آبی زاهدان و همه این پولا که باید صرف زیر ساختای کشور میشده تبدیل شده به تیر و ترکش برای یک هدف خیالی هیچ چی در کشور ما نداره غیر از بدبختی هیچ هر کدوم از دو طرف اگر بتونن آدمای بیشتری بکشن یا کمتری بکشن هر اتفاقی تا این جنگ بیفته اول آخر مطمئن باشید که به رو جمهوری اسلامی میبینه بعدش مردم عزیز کشورم شماره فرانسوی کشته شده در حمله حماس به اسرائیل به چهار نفر رسید طبق جدیدترین گزارش وزارت امور خارجه فرانسه چهار شهروند این کشور در حمله حماس به اسرائیل متاسفانه کشته شدند این نهاد در بیانیه گفت فرانسه از مرگ غم دو شهروند فرانسوی دیگر ابراز تعصف می میکند که تعداد قربانیان فرانسوی حملات تروریستی انجام شده سوی حماس رو به چهار نفر رساند تعدادی از اطباع کشورهای دیگه هم که ملیت اسرائیلی هم داشتن در این حمله کشته شدن وزارت خارجه فرانسه روز گذشته اعلام کرده بود که از 13 فرانسوی که به احتمال زیاد رو شدند خبری ندارند این نهاد گفته که کودک دوازده ساله نیز در بین مفقودینه. متاسفانه الان تصاویر خیلی بدی اومد بیرون در یک روستا که حماس حمله کرده چهل کودک رو سر بریدن من نمیدونم واقعا داعش چل تا کودک رو توی یه دونه روستا سر بریده یا نه نمیدونم ولی اینا انقدر وحشیان که خود فلسطینیان ها بعضشون گردن نمیگیرن اینا رو یکی دیگه هم تصویر بود که کودک های اسرائیلی متصمان زنده زنده سوزونده بودن توی یکی از این مخازن برای زبال و بودن که خیلی تاثیر خیلی خیلی بدی بود مجبوریم نه تنها ببینیم بلکه باید زوم کنیم ببینیم فتوشاپ نیست و همچین حال آدم بدتر میکنه اما چون گفته فرانسه در پیونه که مشخص کنه جمهوری اسلامی در حمله حماس دخالت مستقیم داشته یا نه و اگر این در بیاد که بعید میدونم در نیاد در این عصر تکنولوژی اگر مخفیش نکنن و رو کنن میتونه یه اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی تشکیل بده برای اتفاق حمله وار یعنی الان اینجوری که الان همه پیشن تا در بیارن اگر این اتفاق رو بشه بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه قسر در بده امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز سهشنبه باجگیری غیرقابل تحمل حماس رو که در واکنش به حملات روزافزون به نوار غزه تهدید به اعدام گروگانهای اسرائیلی کرده رو محکوم کرده باز اینم بتون بگم که متاسفانه تو خبری که کانال چرک نویس گذاشته بود فیلمش بود که دو نفر از اسیرای اسرائیلی و برای به خاطر همین بمبارون که انجام شده دو نفر رو درجا کشتن راستی آزمایی روی ویدیو نشده مشخص نیست ولی چون خبرش اومده بیرون گفتم بهتون بگم اینجوری که مشخصه این رو بردن در جاهای مختلف تو غزه گذاشتن که اگر بمبارون انجام شد اونها هم بمیرن چهار تا از گرگانم گویا با بمبارونی که توسط خود اسرائیل انجام شده کشته شدن البته اینو بگم الان تعداد خبرنگارهای داخل غزه بسیار بسیار کمه بیشتر شهروند خبرنگار هستن که دارن خبر رو پخش میکنن از هر دو طرف برای همین واقعا راستی از خبر رو بسیار سخته وی در این نشست مطبوعاتی در آلمان گفتیم باجگیری که از توی هماس انجام میشه باجگیری غیر قابل تحملی است که تنها میتوانیم آن را محکوم کنیم به همچنین کشورهایی که از وحشت آفرینی هماس استقبال کردن از جمله جمهوری اسلامی رو محکوم کرده وی گفت که تمجید ایران از حمله حماس غیر قابل قبول و فرانسه به دنبال اینه که تا مشخص کنه آیا جمهوری اسلامی مستقیما در این حمله دخالت داشته یا نه وی تاکید کرد من هیچ اظهار نظری درباره دخالت مستقیم ایران نمی کنم و مدرک رسمی برای آن نداریم اما واضح است که اظهارات عمومی مقامات ایرانی غیر قابل قبوله و این احتمال وجود داره که به حماس پیشنهاد کمک داده باشند. وی تصریح کرد اما تا زمانی که اطلاع ثابت نشود در این مورد مراقب خواهیم بود اما دفتر شبکه العالم در غزه شخم زده شد روابط عمومی معاونت برون مرزی اعلام کرد که جنگنده های اسرائیلی دفتر شبکه خبری العالم معاونت برون مرزی سیما جمهوری اسلامی در منطقه ارمال غزه رو مورد حمله قرار دادند. اینجوری که کاملا مشخص دفتر تحلیل بوده و این دفتر دفتری که مشخص دفتر, دفتر العالم خود صدا سیما اینا پخش کرده سنای داخلی هم کار کردن این نو دلان کرده که در پی این حمله فعالیت دفتر شبکه علالم در غزه کاملا متوقف شده اما خوشبختانه چیک از کارکنان و پرسنل این مرکز در حمله آسیبی ندیدن علت آسیب ندیدنش این نیستش که اینا رمبو بودن از پنجره پریدن بیرون و. اگه دقت کنید با توجه به میزان شخمی که اسرائیل زده اونجا که شخم بسیار بسیار, بسیار بزرگی بوده مثلا من تصویر بیارم براتون اگه میخوام ببینید داستان به چه صورت بوده فکر کنم تو این تصویر کاملا مشخص میشه علت این بوده که از قبل اعلام کرده بود آقا نباشید دیگه و اونا هم اکثریت قریب به اتفاق نبودن اونجا اگر شما این تصویر رو نگاه کنید علت این که اصلا تعداد کشته های خیلی کم هم همینه به خاطر که اگر مسلما شما ساختمان دار نگاه کن چند طبقه چند واحد است تو هر کدوم از اینا حداقل 200 نفر آدم باید حضور می داشته کلا تعداد کشتای فلسطینی تا الان جورتا تو خبرو داریم اگر اشتباه نکنم 770 تا فلسطینی کشته شده و خیلی از این تصاویری که میبینید یکی گشتن دارن سر مش دارن اینا تصاویر پالیوودی مشهوره که فلسطینی ها سحن سازی میکنن غیر جلوتر در موردش صحبت میکنیم فقط میخوام بگم که این وسعت ساختمان که خراب شده اگر تو هر کدوم اینا ده نفر بود الان باید حداقل ده هزار تو کشته به جا گذاشته بود که این اتفاق انجام نشده اسرائیل دست کم 123 سرباز اسرائیلی در بین 900 کشته حملات حماس حضور دارن 900 تا رو حداقل در اسرائیل حماس کشته 123 تاش سرباز بودن دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حملات حماس به اسرائیل دست کم 123 سرباز اسرائیلی کشته شدند این 123 نفر در بین تلفات 900 نفره ای که قبل از این از سوی ارتش اسرائیل گزارش شده اینم بتون بگم که اسرائیل خیلی داره دقت میکنه تو تعداد نفرات کشته شده بر فلسطین که خیلی دوست داره تعداد بیشتر بگی ولی اسرائیل به خاطر اینکه روحیه هم مردمش هم ارتشش نیاد پایین خیلی از اعداد اعلام نمیکنه مثلا در آمار کشته فلسطین تعداد کودکان دقیقا اومده ولی در تعدادی که برای اسرائیل گفته میشه تفکیک نکردن نگفتن که هم دشمن شاد نشن هم روحیه پایین نیاد چون همچنان داره بهشون حمله میشه آخرین آمار کشته شدن دست کم 770 نفر در پی حملات اسرائیل به غزه وزارت بهداشت غزه اینو اعلام کرد که بر من خود, خود اینم سواله که آخه وزارت بهداشت غزه چجوری آمار گرفته گفت 770 تا فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل به این منطقه معاصر شده کشته شدند و شمار مجروحان نیز به 4000 نفر رسیده رویترز هم گزارش داده که از روز شنبه دست کم 18 نفر دیگر نیز در کرانه باختری کشته و 100 نفر زخمی شدن این تصویر عمدی انتخاب کردم تصویر جدیده شما فقط تعداد دوربین هایی که روی یک عدد جنازه قرار داره رو بشمرید ببینید سمت راست دو تا دو دوربین سه تا دوربین سمت راست یه دوربین وسط من بودم این جماعت تعداد خیلی دو اگه زوم بکنید یعنی دقت بکنید تعداد ها خیلی زیاده کاملا مشخص دارن خوراک خبری تهیه میکنن حالا سوان که اون که رو بران کارده واقعا مرده یا زخمی شده یا غیره تعداد دورگونه از تعداد فاتحه فرستنده ها یا اونا که زیر تابوتو میگیرن هم بیشتره اما وضعیت وضعیتی شده که انقدر جنایت های ها مشهود بوده که مهم نیست کی باشید و چی باشید اگر تو فضای مجازی جایی که مردم دستشون شما میرسه بخواین بر علیه اسرائیل حرف بزنین یا بخواین طرفداری از تروریست های حماس رو بکنین باتون برخورد میشه چه برسه اینکه کاراکتر شناخته شده باشید و مسلما اولین اتفاقی که میفته شغلتون از دست میدید امروز برای یکی از بانوان زحمتکش و یکی از بزرگان صنعت پلیبو این اتفاق افتاده خانم میا خلیفه مجله پلیبو همکاری خودش رو بازیگر سابق پرن به خاطر حمایت از حماس لف کرده مجله پلی اعلام کرد که همکاری خودش رو با میا خلیفه بازیگر سابق پورنوگرافی به دلیل انتشار مطالبی در حمایت از حمله حماس به اسرائیل قطع میکنه این مجله در بیانیه گفت میا در چند روز گذشته اظهارات نفرت انگیز و سرزنش کننده ای درباره حملات حماس به اسرائیل و کشتار مردان، زنان و کودکان کودکان بیگناه داشته. میا خلیفه بازیگر سابق پرن که ملیتی لبنانی آمریکایی داره در روزهای اخیر مطالبی در حمایت از فلسطین و جنگجویان حماس در شبکه ایکس منتشر کرد وی در یکی از این مطالب نوشته بود اگر بتوانید وضعیت فلسطین را ببینید و در کنار فلسطینی ها نباشید در طرف اشتباه در کنار آپارتاید هستید و این موضوع را تاریخ به مرور زمان نشان خواهد داد میا خلیفه سال گذشته مجله پلی پیوسته بود و مجله اعلام کرد پلتفرمی رو که محتوای تولیدی خانم خلیفه در آن قرار می گرفتم حذف کرده قسمتی داره پلی مثل یوتیوب میمونه اینا حرکت میزنن میذارن اونجا و حالا درآمد رو دارن پلی در بیانیه خود گفته که مشوق آزادی بیان و بحث‌های سازنده سیاسی است اما سخنانی رو که مشوق تنفر است تحمل نمی‌کنه برای من خنده بود که پلی چه جوری تشویق می‌کنه بحث‌های محتوای سیاسی در پلتفرم خودش که هرچی فکر کردم نفهمیدم فقط خندم بیشتر شد اما این مجله تاکید کرده که از میا انتظار داره متوجه بشه سخنانش و اعمالش عواقبی داره 5 و 6 دهم میلیون نفر میا خلیفه رو در توییتر ایکس فری دارن فالو میکنن حالا جالب اتفاقا تو یکی از اون منشنایی که ایلان ماسک داده بودم گفتم آقا این داره زده چیز حرف میزنه اسرائیلی حرف میزنه خامنه هم در زد اسرائیلی حرف میزنه ولی طرفدارای میا خلیفه خداش بیشتر اکانت اونم بیان ببندید تمام کنید بره که فعلا خبری نشده اما بعد از این دفاع جانانه که میا خلیفه داشته من فکرم تو آخر هفته پیام تبریک و تشکر از دست رهبر منظم انقلاب میرسه دستش احتمالا میگن که غم نداره بانو با بلند شو اینجا استاد یک این سایت های سیغه یابی اینا میزنیم و آخر هفته اگه اوقات فراغت داشتیم میتونیم بری زیر پل پارکوی وایسی اونجا هم مشتری زیاد پیدا میشه اما رهبر حماس گفته هیچ اسیری قبل از پایان جنگ مبادله نمیشه آقای اسماعیل هنیه رهبر حماس میگه که موضوع تبادل زندانیان تنها بعد از پایان جنگ حل میشه هنیه در بیانیه اعلام کرده طرفهایی که با ما تماس گرفتن تا میانجیگری رو برای آزادی گروگان ها از طریق مبادله زندانیان پیشنهاد کنند از این تصمیم مطلع شدند هنیه همچنین از استقامت و تمایل مردم غزه برای فداکاری برای آرمان فلسطین تمجید کرد و گفت که ویرانی فعلی غزه توسط ارتش اسرائیل باستابی از شرم شکست آنهاست عراجیفی که خود مرتکه بلند شده رفته قطر اونجا تو سایه آرامش نشسته مردم اونجا دارن قبلا سابقه داشته این اتفاقا که یادم پارسال یا پیارسال وقتی اسرائیل یه منطقه خاصی میخواست بزنه و گفت همه از اونجا برن حماس جلوی خروج مردم از اون منطقه گرفته بود چون احتیاج به سپر انسانی داشتن احتیاج به فیلم و عکس داشتن که بگن اسرائیل زده زن و بچه مردم رو کشته جلوی خروج مردم از اون شهر گرفته بودن الان بعید نیست همین اتفاق در غزم افتاده باشه چه جوری طرف میتونه وایس هموطناش اینجوری کشته بشن بعد میگن گروگان آزاد نمیکنم یعنی عقل سالم یا آقا برو اگر واقعا به خاک تو مردمت علاقه داری گرگان ها رو داری برو بشین صحبت کن آتش پس اعلام کنین قضیه رو تموم کنید بره منتها خب هدف اینا چیز دیگه است مردم براشون به هیچ عنوان ارزشی نداره ایشون که خودش کاملا لاکچری داره زندگی میکنه با کمکهایی که اروپا و بقیه انجام میدن به فلسطین ایشون ثروتش از پارو بالا میره اما زلنسکی هم میگفتم که این وسط ها داره پا میکوبه میگه آقا منم نگاه کنید یه ویدیویی داده در همین ایکس گذاشته بود ویدیو رو گفته ما اطلاعاتی داریم که به وضوح ثابت میکنه روسیه علاقمند به جنگ افروزی در خاور میانه است حالا یعنی یارو کاری کرده نه ما میدونیم ته دلش چیه یعنی ایجاد دور جدیدی از درد و رنج که باعث میشه وحدت جهانی از بین بره و شکافا و تشدید بشه و به این ترتیب به روسیه برای نابودی آزادی در اروپا کمک بشه زنسکی میگه به تبعات ها به تبلیغات روسا بنگرید که از آنچه روی داده به خود میبالند و دوستان ایرانی مسکو را ببینید که آکارا دست یاری به سمت کسانی دراز میکنند که به اسرائیل حمله کردند رئیس جمهور اوکراین هشدار میده همه اینها نشان میده که تهدیدی بسیار بزرگتر از آن چیزی که جهان در حال حاضر از آن آگاه است وجود داره جنگ های جهانی گذشته نیز با تجاوزات محلی آغاز شده حالا فلسطین اسرائیل که او خیلی قدیمی اتفاقا ولی جلوتر در مورد روسیه مفصل صحبت خواهیم کرد اتریش گفته دیویستن از اطفای خودم میخوام از اسرائیل خارج کنم داره یه پرواز ترابری تدارک میبینه که روز چهارشنبه فردا بتونه شهروندهای خوش که نزدیک دیویست نفر هستن رو به اتریش برگردونه کسایی که میخوان اسرائیل رو ترک کنن وزارت خارجه اتریش به خودش اعلام کرده کسانی که میخوان پیشنهاد تخلیه رو قبول کنن با سفارت این کشور در تلاویو تماس بگیرن پرواز یاد شده قرار رو به قبرس بره و اما اسرائیل مراکز غیر نظامی حماس رو که موشک از اونها شلیک میشه رو اعلام کرده که اونها رو هم هدف نظامی میبینه چیزی که دیروزم تو اخبار اعلام کردم بارها بارها این اتفاق افتاده شروعش هم اون چیزی که من یادم میاد جنگ عراق و آمریکا بودش که عراق میرفت تمام پدافنداشو میذاشت رو ساختمون مدارس رو ساختمون بیمارستان ها غیره از اونجا شروع کرده حمله انجام دادن حمله پدافندی انجام میداد توپخانه و غیره شو که مجبور میشد آمریکا هم بزن الان همین اتفاق در غزه هست برای همینه که شما همه ساختمون ها خالیه میگه خب پس همون دوتایی که مثلا توش آدم بوده چرا خورده نه اون دوتا دوتایی بوده که داشتن از اونجا از رو پشت بومش راکت میزدن وقتی میزنن خب بالاخره اونا هشت هشتبلکو میشن دیگه ارتش اسرائیل میگه حدودا 1500 جسد از شبه نظامیان حماس رو در اطراف نوار غزه پیدا کرده ارتش اسرائیل همچنین مراکز غیر نظامی حماس در نوار غزه رو اهداف قانونی دونسته سخنگوی ارتش اسرائیل گفت اگر افراد مسلح از این ساختمان ها راکت شلیک کنند اهداف نظامی محسوب میشه ارتش اسرائیل اعلام کرده که صدها هدف متعلق به حماس از جمله ساختمان های دولتی این گروه رو در طول شب در مناطق شهر غزه رو مورد حمله قرار اما تلاش آمریکا برای آزادی گروگان ها و شمار بالای خارجی ها در میان قربانیان آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با الی همتای اسرائیلی خود نسبت به تلاش های کشورش برای آزادی فوری گروگان ها اطمینان داد مطمئن باشید الان اگر فلسطین بخواد اسیر آمریکایی رو آزاد کنه قیمت دستش ده. یا هر یه دونه اسیر یه میلیارد دلار بیارید بذارید وردارید ببرید چه فرقی داره بین جمهوری اسلامی و فلسطین آمریکا باید هم رو به یه چشم ببینه دیگه یعنی به نظر من الان بدترین کشور برای میانجیگری آمریکا دیگه چون قشنگ نرخ رسمی اعلام کرده زیاد هم ازش نگذشته حالا اونم که خودشون بر پایه دلارن دیگه یعنی دلار گرون بشه ارزون بشه خیلی فرق نداره ولی بحثی که هستش متاسفانه با اون دیل که با جمهوری اسلامی بست به همه کسایی که گروگان آمریکایی میگیرن ثابت کرده که آقا ما باید هر کدومشون تا یک بیلیون دلار هم پول بدیم علاوه بر صدها اسرائیلی که توسط حماس به اسارت گرفته و کشته شدن تعداد زیادی اتباع خارجی نیز در کشته شده بوده سفارت نپال در تلاویو از کشته شدن ده تن از شهروندان خودش خبر داده وزارت خارجه تایلند گفت 18 نفر از اطفال این کشور در کشته شدگان هستند این کشور همچنین احتمال میده که 11 نفر از اطباش در میان گروگان ها باشن نمیم دیدید نه یک کارگر آسیا شرقی گرفتن قد با بیل زدن کشتن یا رو با اون که دیگه اسرائیلی نیست که اصلا مشخصه دیگه قومیتش معلومه همه چیش معلومه ولی واقعا نگاه سری دراکولا رو ول کردن بعض یه مدت که بیان خون بخورن چیز دیگه نمیشه گفت 11 آمریکایی جان باختن شهروندان فرانسوی ایتالیایی و بریتانیایی نیز در قربانیان هستند وزارت خارجه اوکراین تلاش کرد هویت سه تن از اطفال این کشور را در میان کشته شدگان تایید کنه نکته جالب بگم یکی از قانونگذاران مجلس آمریکا کنگره هم در تلاوی بوده صبح داشته میرفته بدو قدم بزنه که حمله شروع میشه یعنی میخوام بگم رنگش مثل گت شده بود یه لایوی داده بود و صحبت کرد نمیدونم الان خارج شده یا نه خوشبختانه یکشون اونجا بوده از نزدیک همه چیزو دیده وزارت خارجه اتریش گفته که احتمالا سه دو تابعیتی اسرائیلی اتریشی در میان افرادی هستند که حماس گروگان گرفته اما هشدار یک جنرال ارشد آمریکایی به جمهوری اسلامی نسبت به مداخله در اسرائیل آقای جنرال چارلز براون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به جمهوری اسلامی نسبت به مداخله در بحران اسرائیل هشدار داد براون گفت که پیام او به ایران اینه که دخالت نکنه او تاکید کرد که ایالات متحده میخواهد پیام بسیار روشنی ارسال کنه ما نمیخوایم درگیری گسترش پیدا کنه و میخواهیم ایران این پیام رو به وضوح بشنوه قبل از اونم آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید جمهوری اسلامی را شریک جرم حملات حماس به اسرائیل دانست و در دا این حال گفت که هنوز هیچ شواهدی درباره ارتباط ایران با حمله به اسرائیل وجود ندارد. کربی گفت که جمهوری اسلامی مدت هاست با تأمین منابع و آموزش از حماس و شبکای تروریستی در منطقه حمایت میکنه. اما باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در واکنش به حملات حماس به اسرائیل گفت که به باور او حماس باید نابود بشه و روز دوشنبه گفت همه آمریکایی‌ها از حملات تروریستی به اسرائیل و کشتار بیرحمانه شهروندان بیگناه خشمین و وحشت زده شدند اوباما اضافه کرد که در این حال نباید از تلاش برای حفظ صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینیان دست برداشت اوباما که خودش الان خیلی حرف روش هستش بخاطر این که به خاطر اینکه بحث های زیادی است اوباما قبلا به حماس کمک مالی کرده بوده و این اتفاقی که الان افتاده اتفاقی نیستش که طرفدار اوباما خیلی دوست داشته باشن به خاطر اینکه جزء چیزی است که اسنادش هم کاملا مشخصه اوباما در اواخر دوره خودش 200 هزار دلار هم به القاعده کمک کرده بود یکی از کثیف ترین کاراکترهای سیاسی در فکر کنم تاریخ بشریت باشه که لنگش خلق نشد اما دیدار پوتین با محمود عباس و نخست وزیر عراق بر اساس گزارش رسانه های روسی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای مذاکره به روسیه خواهد رفت خبرگزاری روسی آر به نقل از عبدالحافظ نوفل نوفل ببخشید سفیر فلسطینیان در مسکو گفت توافق شده که رئیس تشکیلات خودگردان به مسکو بیاد او گفت هر دو طرف تماس روزانه دارند و ما منتظر بیانیه رسمی کرملین و طرف روسیه در مورد زمان انجام این دیدار هستیم بر اساس گزارش رسانه های آلمانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سهشنبه قرار بودش یعنی امروز با محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق درباره اوضاع خاورمیانه گفته بکنه ولادیمیر پوتین این دیدار رو امروز انجام داد و گفت که درگیری بین اسرائیل و حماس شکست سیاست ایالات متحده در خاورمیانه را نشون میده و ایجاد کشور فلسطینی رو ضروری میکنه پوتین در این دیدار گفت این نمونه بارز شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه است تاکیدم کرد که ایالات متحده بدون نگرانی درباره یافتن سازش های قابل قبول برای هر دو طرف حل و فصل مناقشه رو انحصاری کرده که هیچ بار منافع اساسی مردم فلسطین در اون دیدار نمیشه و اجرای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ای ایجاد کشور مستقل فلسطین رو, رو ضروری توصیف کرد سیگه لاواروف رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه هم قبل از این ایجاد کشور فلسطین را معتبرترین راه حل برای جنگ بین اسرائیل و حماس عنوان کرده بود اسرائیل میگه کنترل شهرهای نزدیک نوار غزه رو دوباره به دست گرفته دولت دستور بسته شدن کامل نوار غزه رو داده به گفته یوآف وزیر دفاع اسرائیل جریان برق غذا و سوخت به نوار غزه کاملا قطع شده اما اتفاقی که کاملا مشخص بود بعد از اینکه گفته شد آقا هکرهای روسی به کمک فلسطینی اومدن زیر ساخت اسرائیل حل... رو هک کردن یه ریز رد پای از روسیه بود نمیشد مستقیما رفتش داد که اینا به دستور روسیه دارن این کارو میکنن اما مشخص بودش که بالاخره زد و بنده این وسط وجود داره الان کی میتونه این اتفاقا حل بکنه کی میتونه باعث آتش بس بشه کی میتونه وسط بیاد میانجیگری بکنه اگر بازیش بدن قاعدتا روسیه میتونه باشه چرا چون از اون طرف جمهوری اسلامی که جوجه خودشه رهبر و غیره که هیچی مخلص و چاکر خودشن یک کلمه با اشاره بگه هیس خامنه نشسته سر جاش این از این طرف داستان از اون طرف داستانم که تشکیلات خودگردان فلسطین حتی عراق هم میدونید که هشت و شبه هم گفتد ما هم میایم تو سر همین هم فکر کنم قراری که گذاشته بود از سودانی سر همینه از طرف دیگه هم اگر جمهوری اسلامی قرار بشه دیگه پول نرسونه به حماس حماس هم خیلی نمیتونه تو این وضعیت داغون تکونی خودش بده یعنی در حقیقت یه کسی که همه طرف های درگیر چه پشت پرتج جلوی پرده رو روشون میتونه همچین یه نفوذ یا یه سلطه خاصی داشته باشه در صورتی که در زمانی داریم صحبت میکنیم که رئیس جمهور آمریکا حتی اختیار معده خودش رو هم نداره رو کابینه خودش هم تسلط نداره اختیار هیچی و نداره کلا و این کل این اتفاقی که الان دارید میبینید و این آمدن و رفتن ها فقط به خاطر همون دو جمله بودش که پوتین گفتش که این وسط ایالات متحده نمیتونه نقشی بازی کنه به این سراغ من و مدت هاست داره حتی باج میده به خاطر اینکه تعداد کشورهایی که سمت روسیه وای میسن بیشتر باشه شما دقت کنید به نزدیک 5 تا 6 کشور آفریقایی داره رایگان قلات میده نه با تخفیف بلکه رایگان و این روندی که روسیه داره میره کاملا آمریکا رو پول بک کرده مدت هاست که آمریکا حتی تو خاک خودش هم الان نداره دو ست از ویدیوهایی که من دیروز داشتم میدیدم چینی ها میخواستن عملیات بزنن اونجا یا چند, چند تا ویدیو دیدم از آدمایی داشتن صحبت میکردن که جز به همین مهاجرا اومدن داخل ولی یکیشون یه رانده اوبر بود که من داشتم میشیندم داشت انگلیسی مثل بلبل صحبت میکرد و بهش گفتن که برو یه جا برای خود شروع کن زندگی کردن زمانی که بهت زنگ زدیم در اون ساعتی که ما میگیم در اون مکانی که ما میگیم باید حضور داشته باشی همون هم که دیدی سنا سنای میلیتری و ارتشی و غیره نه پیرمردشون میبینید نه اونقدی بچه دارید میبینید و این اتفاق اتفاقیه که بایدن به زیبایی هرچه تمامتر انجام داد یعنی اگر میخواستن ظرف دو سال کنترات بدن که آمریکا رو انقدر داغون بکنه هیچ کی نمیتونست انجام بده انقدر که بایدن و پلوسی و چاکشومر و اینا تونستن آمریکا رو نابود بکنن و الان این وسط اون کسی که داره حالشون میبره و در هر حالت منفعت میبره فقط و فقط روسیه است که منفعتش هم شروع کرده داره, داره میواش رو دستشین میکنه اما یه آدم ابلهی در صدا جمهوری اسلامی وجود داره که شبکه سی هم بهش آنتن دادن به نام محمد رضا باغری در یک برنامه تلویزیونی رو به دوربین گفته نباید به زنان یا پیرزنان اسرائیلی که در حمله حماس به اسرائیل مجروح یا کشته میشن رحم کرد این چیزی که جمهوری اسلامی داره از الان یاد همه میده بگم خیلی دیدم تو شبکه های اجتماعی اینا بعضی همین اکانت اسرائیلی اسرائیلی اینا در تحت تاثیر قرار دادن مردم سعی میکردن که عواطف مثلا مردم رو به دست بگیرن وای مثلا این زنه اینجوری شد وای اون مثلا بچه این شکلی شد اون مرد اسرائیلی مثلا آی زخمی شد و اینا اولا اینا بند. خب رفتن سرزمین یک کشوری و مثل یکی بیاد خونه شما رو بگیره بعد شما که میخوای اینا از خونت پرت کنی بیرون یکی بیاد بگه آقا مثلا ناخونت کشیده شدی مثلا زخم شد من جواب خودش رو توی فضای مجازی دادم ولی خیلی دقت کنید به این جملاتی که جمهوری اسلامی داره میگه هیچ آدم ابله اینجوری نمیتونه گور خودش رو بکنه طبق صحبتی که الان از رسانه ملی جمهوری اسلامی پخش شد با کسی که میاد کشور و خونه آدم رو قصد میکنه همه این رفتارها رو میشه کرد بدترش هم میشه انجام داد دلسوزی هم نداره خره دیگه پنج سال اومدن ایران ما رو قصد کردن اینا ثبت میشه در تاریخ و روزی که با همین آدم که در استدیوی قصبی در صدا سیمای قصبی در کشوری که قصبش کردن دارن اینجوری حرکت میکنن فردا همین حرکت که به خودش انجام شد بعد اون موقع همین ویدیو رو براش میذارن میگن یا چی میگفتین قصبمون کردید دیگه الان داریم بیرون رو ناخونمون کشید اونجا که شما نباید به مظلوم نمایی کنی نه این همشون همینن و طرف دو روزه سر روز سه روز انقدر هرسام میگیره تا هر جا تو تایملاین هم تو توییتر میبینم دارن جواب میدم یارو فیلم فرودگاه بنگوریان اسرائیل گذاشته که یه سری خانواده دارن جا رو ترک میکنن اسرائیلی که تازه مردمش اکثرا ارتشن یعنی علاوه بر شغل روزانه شون در ارتش هم هستن برای دفاع از کشور آی ببین چه بلایی سرشون رو همه دارن در میرازه بابا فرودگاه امام خمینی خودمون رو ندیدی پس برسیم بهتون اون ببینیم ببینید جمعیت بنگوریان بیشتره یا امام خمینی وقتی همتون صف کشید بریم چه آزاداتون یه کشور دیگه یه اتفاق بسیار بسیار خوب داره میفته که اگر بیفته انصافا من شیر میدم تو برنامه و همتون الان هم نمیدونم چرا سعی میکنم یه سورپرایز عالی براتون بیارم یه نامه 16 تا سناتور نوشتن به بایدن گفتن آقا مگه نمیگی اون پوله که دادی به جمهوری اسلامی الان توی بانک تو قطر مگه نمیگی اون خرج نکرده اون پوله رو همونجا توقیفش کن و اگر این اتفاق بیفته که گروگانا رفتن و اومدن و این 6 بیلیون دلار اونجا توقیف بشه وای اصلا یک لذتی داره یک لذتی داره که باورتون نمیشه اینا الان فکر پول رو گرفتن دیگه اگه اینا بایدن حرکت رو بزنه و این پوله در قطر توقیف بشه گیس و گیسکشی گیس کشی داره جمهوری اسلامی و حرکت خیلی خوبی انجام خواهد شد یه چیز حالا یه توییت خیلی باحالم بود گفتم هر یه اسکرین شات بگیرم بیارم یه سری آدمای ابله رفتن مثلا اونجا دفاع کنن از پرچم فلسطین پرچم رنگین کمون رو ببینید بغل دیدم خیلی جالب قلم فرسا نوشته اگه طرفداران پرچم آخریه یا رنگین کمونه برن تو منطقه تحت کنترل اون پرچم اولیه سرشون رو سینه شونه. همینقدر نافهمی درباره دا اسلام دارن و واقعا همین جوریه چپا نمیدونم چرا کشته مرده فلسطین هم با اینکه تقریبا میتونم بگم 99 ده درصد ارزش هاشون با هم متفاوت و متقایره ولی خب در داخلشون اینجوری نهادینه شده که الان باید این شطور سرتون بنزید پایین و این مسیر رو برید ممنونم که اخبار امروز رو با من همراهی کردید اگر سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید لطف کنید اگر لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید در این کانال سعی این اخباری برای شما بیارم که جای دیگه کار نشده باشه یا در لابلای خبرهای دیگه گم شده باشه امیدوارم که مطبوع سلیقه شما بوده باشه ممنون میشم اگه کانال رو به دوستان و آشنایتون هم معرفی کنید شب و روزگار خوش تا درود دیگر به درود و خدا نگهدار